سلام اینجا خودکست یه پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارو نشسته سلام الان این قسمت قسمت 165 همش. ماست هفته نهم من دوره بگم ده که ما ده دیگه هفته ده. هفته ده هم و اینه من بگم که ما هفته دیگه نیستیم یه هفته و دوره برمیگردیم به روال عادی و دوره هستیم, دوره هستیم بعد جونم براتون بگه که بیا راست بریم سر اصل مطلب چیزی نشی توی اینستاگرامی توییتری نه تو این ده دقیقه تو خواستی نه افتاد. نه کلا یادت را رف... از خاطرت رفته باشه بخوای بگی اینجا من نه اشاره ای به کسی به چیزی خیلی اصرار میکنی میتونم اشاره کنم نه, نه. خیلی خوب اسکناس 100 دلاری دیدی اسکناس 100 دلاری آره خارجی آمریکایی 100 دلاری دیدم آره دیگه دیدی همین اکسی کی روشه؟ ابراهام لینکلن؟ نه، اون یکی. روی ست دلاری عکس آقای بنجامین فرانکلینه. و آره با سآل کن. آره، ایشون میگن که time is money یا اینکه زمان مثل پول میمونه. خب؟ مثل نه. خود پوله آره، میخواستن بگن که شبیه پول وقت تلاس آره. داریم حالا تو به اسکناس 100 دلاری غربیا و ریفر کنی اگر از دستش زده. بدین مثلا میمونه که شما پول رو از دست دادین دیگه خلاصه زمان چیز مهمیه که ما خودمون هم اینو میدونیم که زمان اهمیت زیادی داره ولی خب از دست دادن زمان و گذاشتن کارها برای زمانهای بعد یکی از کارهایی که همه آدمهای روی کره زمین انجام میدن و فقط بخش این کاراست آره واقعا مختص ما ایرانی ها نیست و معمولا هم ما کارهایی که دوست نداریم انجام بدیم و میذاریم برای بعد کاری که دوست داریم ما موقع انجام میدیم به قول کارون لذتش میبریم ولی خب کارهایی که دوست نداریم و میذاریم برای بعد شاید هم اون اولش خیلی جالب باشه مثلا خدا رو شکر مثلا فلان کارو من دوست نداشتم مثلا ظرفا رو بشورم گذاشتم الان دارم عشق میکنم فیفا بازی میکنم کارا رو انجام نمیدم ولی خب پشت صحنه خیلی اثرات مخربی میتونه داشته باشه که حالا توی ذهن ما توی مغز و این چیزایی که ما یه دو هفته یه صفر ولش نمیکنیم این مغز رو میتونه اثرات مخربی داشته باشه حالا از جمله این اثرات یکیش اولیش احساس گناه یا همون گیلته که شما هم تو ذهنت میگی که آقا من این کارو نکنم باید انجام بدم یه قسمتی از ذهن تو رو میگیره و همینطوری نمیذاره ذهنت بازی داشته باشی دومیش استرس و کمخوابیه که شما تا میری آشغال ننداختن کارا رو به عقب انداختن ام. که تو مثلا یه سری کارا داری که باید انجام بدی مثلا سر کارت یه کاری بوده که باید انجام میدادی انداختی عقب چون کار سختی بوده و مثلا موقعی که میخوابی هم توی داریم این فکر کنی که او من این باید انجام بدم ولی قانون بقای کارا هم داریم دیگه میگه کارا نه تموم میشن نه از بین میرن فقط از نوعی به نوع دیگه اون استرس هم میشه باهاته آره تا انجامش ندی این استرسه از من نمیره و احتمال دروغ گفتن رو هم میبره بالا به خاطر یکی ازت بپرسی که فلان کار انجام دادی که با انجام میدادی بگی یهو میگه آره به خاطر خود زایه نکنی یه دروغ هم اونجا میگی که خب اصلا درست نیست و بعدیش که خیلی جالبه کاهش یا اضافه وزنه این نسبت به بدن خودت دیود تصمیم میگیره که چیکار بکنه تو استرس که در واقع قرار میگیری ذهن تو و بدنتو شروع میکنه ترشو کردن یه سری مادات و یه سری مادات ترشو نمیکنه ماده, ها. ماده ها. که باعث چاقی و لاغری میشه دیگه حالا اونایی که مثلا میخوان لاغر بشن کارشون نندازن عقب این چاق چاق در بشید، داره بدتر میشه آره اینایی که گفتم چند جمله از اتفاقات بدی بود که میتونست بیفته از عقب انداختن کارها حالا خوشبختانه این عقبا ناختن موانع یه عادته و مثل تمام عادتهای های دیگه سخته ولی ممکنه که بتونیم عوضش بکنیم و قابل تغییره حالا ما در ادامه راحل هایی هم برای جلوگیری از این کارها ارائه میدیم اما میگم که اول بیایم از ببینیم که این سرچشمش از کجاست و چرا اصلا ما کارمون رو میندازیم عقب و سوال چه نه اصلا سوالم میخوام خودم برام اونجا اولین موردی که خیلی بهش اشاره میشه هر چی میخونین و میگن میگن که ترس از شکسته یعنی تو یکی از مخربترین احساسهای دنیاست که به این فکر میکنی که که باعث میشه آدم کاراشو بندازه عقب م. که ما خودمون هم ازش مستثنا نیستیم من اینو هی میگم چون که فکر نکنم مثلا من اینجا نشستم همه ای کارا مثلا به موقع انجام میدم به خاطر اینی که متاسفانه جامعه الان استانداردهای خیلی بالایی برای آدما میذاره و اینکه مثلا شما اگر که توی بهترین دانشگاه خفن درس نخونین مثلا آدم موفقی نیستین یا مثلا اگر توی خیلی شرکت اسم و رسمداری کار نکنید آدم قابلی نیستین و این حرفای مردمه که خیلی حالا رو آدما اثر میذاره که روی خود منم خیلی تاثیر میذاره که مثلا پشت آدم که صحبت میکنن دارم دوست داره جلوی بقیه آدمای سطح بالایی داشته باشه دیگه برای همین معمولاً آدما اگر که بدونن ممکنه مثلا یه کاری و موفق نشن تو شاید توی ذهنشون هم باشه اون فرار رو برقرار ترجیح میدن و مثلا یعنی نمیرن سمتش این ترس از شکست معمولاً یکی از اثرات اصلیه که آدم کاراشو میندازه عقب مثلا ما میخوایم پادکست بزنیم میگیم نه ما میترسیم که مثلا دو نفرم از خرامون کنن نمیزنیم میترسیم خو عذاب در نیاد نمیزنیم که مسخره هم میکنن آره ولی خب ما زدیم آره حالا این چیزی که ایما گفت راجع به کارهای مهمه راجع به کارهای غیر مهم مثلا مثل آشغال انداختن و اینا که اون که دیگه تو که نمیترسی شکست بخوری آشغال بالاخره میندازی میاد میری پایین و در بسته است آره میگه داستان اون موقع اینه که میگه که لذت انجام دادن اون کاری که شما با انجام ندادن مثلا آشغال انداختن انجام میدی اگه از سختی آشغال انداختن بیشتر باشه بیشتر باشه تو میرون کارا انجام میدی یعنی مثلا اگه تو بشینی خونه فیلم ببینی لذت فیلم دیدن از سختی آشغال انداختن بیشتر باشه تو فیلمو میبینی آشغال نمی‌ندازی آره بعد میگه این قضیه که جلو میره ممکنه خطرناک بشه اون موقع خطر آشغال ننداختنه اگه از لذت این بیشتر بشه تو میره آشغال میندازی یعنی چی اصلا کامپلیکیتدش نکن اینقدر سختش نه آسونه میگه وقتی آشغال خونه مون دیگه موش زد اون موقع تو که نمیتونی دیگه فیلم ببینی خطر ننداختن آشغال از لذت دیدن فیلم بیشتره پس تو میره آشغال میندازی که موش نیاد تو فیلم تو وقتی که سوز خونتونو گرفت آره. اون موقع متوجه میشی که فیلم دیدن آره اینا همیشه برایند چند تا حسه حس تنبلی شما غلبه میکنه مثلا من لذت بیشتر فیلم فیلمو ببینم این آشغال انداختن سخته یه زمانی حس خطری دیگه آقا موش و سوس و اینا من ببرم که زنده بمونم آره. خب اولیش چی بود اولیش ترس از شکست بود آره. که خب خیلیا دارن ما خودمونم به مراتب تجربه کردیم دومیش دو کمبود انرژیه <laughs> که آدمایی که نه آدمایی که ورزش نمیکنن غذای ناسالم میخورن یا رژیم غذایی سالمی ندارن معمولا انرژی کمتری هم دارن توی زندگیشون برای همین است که ترجیح میدن عقب بنازن کارشون رو و میگن که اصلا انجامش نمیدیم الان مثلا نداریم یا مثلا یه زیبو حالا من چند روز پیش به کارون زنگ زدم صبح بود <تصفيق> 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 هم داری چیکار میکنی گفت دارم نروش میکنم من بهش خندیدم گفتم که خب خیلی جالبه اینا و حالا داشتم میخوندم میگفت یکی از عادت های آدمای خیلی موفق اینه که صبح همشون ورزش میکنن حالا شما نشی نرمش میکرد اینا ورزش آه من اون من صبح بیدار میشم بعد مثل چوبه خیلی خوشکم باید یه ذره چیز کنم که یه دو تا هنگ عربی میذاره نه باید نرمش کنم این قول اینجا بشکنید بعد من نرم شه بعد به خاطر سلامتیش نیست آره خلاصه ما هم کم در مورد اهمیت ورزش توی حالا زندگی افراد صحبت نکردیم میگیم همیشه گفتیم که ورزش و غذای مناسب و اینا خیلی میتونه اثرات خیلی مهم و مثبتی داشته باشه و میتونه سطح انرژی آدم ها رو خیلی ببره بالا که حالا صبح از خواب بلند میشیم خیلی قوی بلند شیم مثلا خسته نباشیم اون احساس رو نداشته باشیم و میگن که اگر که صبح با احساس بهتری شی اون یه استانداردی رو میذاره برای کل روزت که تو بری و کارها رو با همون انرژی ادامه بدی و تمام بکنی من چند شب پیش یه جایی بودیم با هم یه یکی از دوستا رو دیدم اسمش میلاد بود میلاد جان سلام و خیلی لاغر شده بود داشتم گفتم آقا چقدر لاغر شدی دمت کردم فلان و اینا گفتم بس دیگه نمیخوای لاغ... کمتر دیگه نمیخواد لاغر شی گفتش که نه اتفاقا خیلی خوبه صبح خیلی خوبه خواب بلند میشم کلی انرژی دارم دیگه خسته نیستم مثلا شیش صبح یهو دیگه خودم اتوماتیک خود میشم قبلا نه ده با چوب بلند میشدم الان خودشون شیش بولم میشه آقا به خاطر باز تلقین هم تو موثر همیشه من میگم تلقین بسیار عامل تلقین که چی که بگیم ما مثل... آدم انرژی داری یا منو؟ نه مثلا به خود میگی من لاغر شدم قرار انرژیم زیاد شه بعد دیگه هر اتفاقی میفته اون موقع دیگه ربطش میمن مثلا رابطه با پارتنرم خوب شد چون لاغر شدم نمیدونم آره مناس این میگم مثبت باشه هر تلقینی نمیخوایم بکنیم بکنیم تلقین منفی نکنید حالا بعد خب پس دومیش چی بود دومیش کمبود انرژی بود حالا میگن که برای اینکه بفهمین این مشکل رو دارید یا نه خیلی ساده است اگر شما دوست دارین آدم فعال و مثبتی باشین توی ذهنتون ولی توان انجامش رو ندارید این که کم انرژی یعنی باید برید برگردید به غذاتون یا به ورزش کردن و ببینید که این کمبود انرژی داره از کجا میاد سومیش نداشتن دید به آینده است که اینم یه جورایی خیلی مهمه حالا برای کارهای به قول کارون مهم اینم حالا استفاده میشه که یکی از دل... دل... دلایلی هستش که آدما کارشون عقب میندازن انگلیسیش چی بوده ویژن آره نشو lack of vision آره امید نداری دیگه اینو شرایط حالا خیلی نزدیک به شرایط کنونی ما تو ایرانه یه وقتی هم. به خودت میگی که آقا من دیگه هر کاری هم بکنم بالاخره یکی یه جا قرار سنگ جلو پای من بندازه وقتی اون امید نباشه همونطور که ایمان میگه واقعا باعث میشه که شما اون حالت پویایی رو از دست بدی حالا برای مثلا اگر که دارید یه شغلی دارید و نمیدونید چرا دارید یک سری از کار رو انجام میدید و فقط دارین انجام میدید و نمیدونین کاری که دارین انجام میدید به چه دردی میخوره مثل وقتی اونو که ماشین داره بکسوات میکنه دیگه چرخش داره به سرعت میچرخه ولی خب هیچ جایی نمیره عقب جلو نمیشه و سر جاش موندگاره و بعضی وقتا آدم وقتی این حس رو دارن توی زندگیشون خیلی سخته که بخوان به زندگیشون نظم و ترتیب بدن کاراشون منظم انجام بدن یا حالا به قول معروف برن ورزش بکنن و یه زندگی مرتبی داشته باشن بدون دید نسبت به کارهایی که انجام میدیم معمولا ترجیح میدیم که فوکسمون رو بذاریم روی اتفاقایی که همون الان داره میفته مثلا نمیدونم برای تو اتفاق افتادی یا نه مثلا وقتی که میخوایم درس بخونیم یا یه کاری انجام بدیم که اصلا دوستش نداریم بوشی. نه ترجیح میدیم یه کاری انجام بدیم مثلا من شخصا میرفتم ظرفا رو میشستم و اتاق مرتب میکردم حالا اتاق سه ساله کاملا نامرتب مونده ها این یه درسو که میخواستم بخونم مثلا خوشم نمیومد اتاق باید آره. میشد مثل دسته گل آره. زیر تخت مثلا جارو میزدم ولی خب درس آره دیگه بیمزه ترین کارم چیز لذت بخشه آره دیگه چون, چون چار. یه فرمول دیگه میگی چون که لذت <applause> این از پاداش آره خلاصه یکی از دلایل دیگه هم نراشتن حالا دید به آینده است حالا با این حالاتی چجوری میتونیم با این حالاتی گفتیم مقابله کنیم یه سری راهکارهای خیلی جزئیه که من خودم دارم سعی میکنم روی خودم پیاده بکنم چون که احساس میکنم حالا آره چند وقتیه آره حالا احساس میکنم چند وقتی هم توی دارم کارا رو عقب میندازم کردی راحت آره شل نهارید. کردم افتادم رو مبل مثلا تلویزیون نگاه میکنم بگیم. ب... بگیم بگیم, <تصفح> بگیم. <تصفح> اولیش تشخیص بدیم وقتی که داریم کارا رو عقب میندازیم یعنی با خودمون که تعارف نداریم دیگه آمیشه. تو وقتی که میخوای کاری عقب بندازی خودت وقتی موج خودتو بگیری خیلی سخته که بخوای این کارو ادامه بدی یعنی من موقعی که اتفاق برام میفته جایدن میگم که خب حالا این کارا که ما عقب میندازیم این که اصلا نیست ولی چرا داریم عقب میندازیم انرژی نداریم یا اینکه واقعا میترسیم که کنید. حالا کار رو انجام بدیم یا اینکه اصلا نمیدونیم چرا داریم کار رو انجام میدیم یعنی دلیلش رو اگر که بتونیم پیدا بکنیم خیلی راحتر میتونیم باش کنار بیایم و راحتتر میتونیم حالا یا بذاریمش برای یه موقع دیگه یا دلیلش رو حالا بشکافیم و کارا رو درست انجام بدیم دومیش درست کردن برنامه کاریه کارون اون روز رفتم تو آفیسشون دیدم اصلا لیست نوشته برای خودش زده به دیوار کوشه جلو چشش اونا از سر اجبار میاد اونجا ما <applause> چون کار رو نکنیم دستمون رو قطع میکنن ما مجبوریم لیست درست کنیم با زمان مشخص که تو زمانش انجام بدیم آره حالا درست اجبار کن... به من اجبار بهترین راهیه که شما میتونید پیشرفت کنید تو زندگی همه چی ای چرا اینو میگم من وقت پیش داشتم به خودم فکر میکردم که مثلا یه وقتهایی بود که حالا موقع که درس میخونیم موقع دیگه هر اتفاقی میافتاد اون درس رو میخوندی خب ولی خب الان مثلا من خودم یه سری کورس آنلاین میگیرم یه وقتایی خیلی شل اونجوری مثلا کورس زده این تو دوازده هفته باید تموم بشه مثلا من پنج ماه هم ممکنه طول بکشه این تموم نشه باز داشتم فکر میکردم که چی میشه که اون موقع اونجوری انقدر سفت و محکم الان انقدر شل و ول فهمه اجباره آقا تو اون موقع مجبوری چون مثلا کورس رو پاس نکنی توی حالا دا. میان بالا سرت میاد بالا سر تکلیف باید بنویسی چهار نفر دیگه اصلا, اصلا زایی افت داره برای تو بری اونجا هیچی حالیت نباشه ولی الان که مثلا کورس آنلاین من میگیرم به عهده خودمه اجباری نیست کسی هم دوروبر تو محیطی نیستی که همه دارن کار مشابه میکنن راحت شروع میکن. اجبار به نظر من به هر نحوی شده خودتون رو مجبور کنید شده مثلا به هر روزی که اون کار رو انجام نمیدی یه پولی بذاری کنار بگم میخوای برعکس بگی هر روزی که اون کار انجام میدی دو تا شکلات بده نه یه پول از جیب خودت بذار کنار خودت جریمه کن اجبار من اینو رو خودم انجام میدم و چیزی نیست یه کاری بکن 20 تا شنا و یه کاری بکن که بهت فشار بیاد مجبور شه فردا ولی حالا اینو میگی من به همه پیشنهاد میکنم اگر که واقعا مجبور نیستین هیچ وقت کورس آنلاین ور ندارید یعنی درسایی که آنلاین ارائه میشه خیلی سخته با اون جوری که واقعا تمامش کنید یعنی اگر که اون کورس ها همه ای کورس, هایی کورس هایی که من آنلاین برداشتم سری کلاس بود همه رو من تا الان پاس کرده بودم ولی خب الان ولی کورس آلا هست حالا خیلی بی تو به موضوع ولی میخواستم بگم تو این کورس های آنلاین خیلی خوبیش اینه که تو دسترسی داری به یکی از بهترین آدم هایی آله. که تو دنیا داره اون مطلب رو ارائه میده خب آله. چرا میگم ما که ایران بودیم ما پاشین رفتیم دانشگاه خب از دبیرستان به دانشگاه خیلی فضا عوض میشه و اینا بعد یه پسره اونجا با ما بود آقا این تیه یه مثلا 99 درصد درسا بود بعد رتبه یک کنکور یه سالی هم بود رتبه یکیه هو آره بعد این میگفتش آقا من اصلا نمیرم کلاسامو بعد اون خدای تو چجوری مثلا تو نمیری چجوری میفهمی و اینا چون قبول نداشت مثلا استادا مدلی که درس میدادن و آه. بعد خب برای یه همچینا این خودش میرفت میخوند ولی الان چرا اون موقع اینجوری حالا کورس آنلاین گرفتن انقدر باب نبود حالا بودش سیستماش ولی انقدر مثل الان داغ نبود که یه عالم کورس آنلاین با کیفیت باشه ولی الان که هست شما مثلا با استاد تال نمی و حالا مشکل زبان هم نداری میری همون درس رو آنلاین میگیری مشکل زبان داشته باشین یا زیرنویس دارن اکثرشون خیلی خوبه ایرانی یه سری از زیرنویس فارسی هم دارن شاید باورتون نشه ولی آره تو نمیشه. کورسرا مثلا زیرنویس فارسی داره حالا زیرنویس انگلیسی هم داره میتونی بری اون درسی که با استادش حال نمیکنی رو با بهترین کیفیتی که تو دنیا ارائه میشه رو ورداری این از مزایاش یه ذره فقط گرون دیگه آه نه مجانیه اگه سرتیفیکیتش رو این کورس ها همش مجانی ارائه میشه بله کجا کورسرا این تبلیغ نیست ولی خوب کورسرا آره رو آره به نظر من اگه دوست دارید کورسرا c o u r s e r a .com آره فکر کنم آره هر چیزی که فکرشو بکنید اونجا یکی از استادای تاپ دنیا داره ارائه میده خیر خب پس درست آره. کردن برنامه مید. کاری به خود منم شخصا خیلی کمک میکنه در روز چون که من باید ده ها ایمیل بزنم به چندین نفر زنگ بزنم و اینا خیلی راحت از ذهن آدم اول میپره یا اینکه دارم میگه این ایمیل رو آخر میزنم بعد نهار میزنم یا مثلا بعد نهار نماز بعد عقب آره این عقب برای هیچ کاری انجام نمیدی ولی خب اول صبح وقتی بشینی همون روز رو کاغذ یا روی حالا صفحه برد وایت بورد چیزی اگر که دارید اونها رو بنویسید خیلی بهتون کمک میکنه و اصلا جلو چشتون باشه یه کاریو مثل از وجدان میمونه انجامش میدید آره اینی که امام میگه خیلی مهمه میگن یه عادتی هم میخوای تو خودتون به وجود بیاره یه کاری واقعا برات مهمه میگه اینو بنویس هر روزم مرورش کن آره و اینکه حالا اگر که میخواین خیلی حالا دقیق باشین و اینا میتونین براش ددلاین هم بذارید بگید من راست مثلا تا ساعت دو بعد از ظهر بعد این کارا رو انجام داده باشم اینا مثلا تا ساعت سه بعد از ظهر که آدم بتونه یه اسکجوری داشته باشه یه در واقع برنامه کاری داشته باشه و اینو بتونه حالا باش جلو بره و کارا رو عقب نندازه سومیش که شاید یه جوری عجیب باشه اینه که کارا رو آهسته تر انجام بدیم ما همش شما اینجا میگیم که کارا رو باید انجام بدیم مثلا عقب نیفتیم دیر نشه ولی خب بعضی موقع اینقدر میخوایم کارا رو سریع انجام بدیم که از اون ور کل انرژیمون رو میگیره اصلا به یه سری از کارا انرژیمون نمیرسه یا حوصلمون سر میره یا اینکه به یه ای سری از جزئیات اصلا توجه نمی کنیم و مجبور میشیم دوباره کاری و سه باره کاری انجام بدیم شما مثلا شما میخواین یه مثلا یه کاری انجام بدین اگه که به جزئیاتش توجه نکنید و کارا رو اشتباه انجام بدین دوباره برگری از اول دیگه این خودش کلی وقت تو تلف میکنه و عقبت میندازه به قول معروف اگه شما یه ذره آسته انجام بدین و به خودتون اجازه بدید که اصلا لذت ببرید از کاری که دارید میکنید فقط هدفتون این نباشه که کار تموم بشه بره زندگی کنید اون لحظه که دارید نه اون کارو اونارو رو نگو ولی خب آره مایندفول باشید جون بالتون... برای کردن از پر کردن است مونده بود میخواستم بگم چیز دیگه نرو که تمام شد بعد از نه مال الان نیست مال قسمت قبل خیلی یکی از دلایل دیگه ای که ما کارمون عقب میندازیم و کل عقب میفته این است که کارهای کوچیک و عقب میندازیم که مثال زدیم مثلا همون آشغال بردن است یا مثلا ظرف شستن است ای شما این 15 دقیقه مثلا این طول میکشه مثلا میگی میخوام ماشین لباسشویی رو روشن کنم دفعه بعدی که از جلوش رد شدم مثلا میزنم من حسین نرم من اون دکمه رو بزنم این 15 دقیقه 15 دقیقه و وقت میمونه آخر شب سه ساعت گریبانه می تو میگیره با وایس خونه رو مثلا بروفی از اول و اینا رو میگن که اگر که همون موقع انجام بدین خیلی بیشتر حالا میتونید وقت سیو بکنید و زمان رو سیو بکنید و از دستش ندید این کار کوچیکو که زمانم که پوله فقط یدیه این کارا رو انجام بدید که اصلا به میگن چی میگم به هیچ فکری نیاز نداره کارو میگم تو دیمیه و انجام دیمی. بدید آره و حالا پدر من همیشه میگه میگه که بهترین زمان برای انجام دادن هر کاری همون لحظه است نه همون لحظه است که خب اگه من به این حرف گوش میدادم وضعیت ما خیلی بهتر از این بود تو زندگیم ولی خب ریسرچ های مختلف هم نشون داره که وقتی آدم ها یه کاری شروع میکنن در سر اینکه همون موقع تمامش بکنن خیلی بالاتره یعنی ما اگه یه مشکلی از یکی از مشکلات خیلی بالایی که داریم اینه که کارا رو شروع نمیکنیم اگه کارا رو شروع کنیم خودش تموم میشه و بعد هی میگیم حسش نمیاد و حالش نیست آره. و یه چیز آخری هم که من حالا تو سه تا مقاله مختلف دیدم این بود که میگفتن که بیاین از خودمون و کارامون ارزگا فاصله بگیریم مثلا برید یه دوری بزنید یه قدمی بزنید اصلا تمام ذهنتون رو نذارید روی کار کردنه هر از گاهی مثلا چون برید یه نیم ساعت یه ساعت را برید برگردید این ذهنتون کاملا رفرش میشه تمام حالا اون چیزایی که ذهن شما رو مخشوش کرده از بین میره و راحت‌تر میتونید با یه ذهن بازتری برگردید به این کاراتون حالا این چیزایی که ایمان گفت ما قدیم یه اپیزود رفته بودیم راجع مزایای به تعویق انداختن کارا آره که اونجا حالا با یه سری پروفسور دانشگاه اینا استاد دانشگاه صحبت کرده بودن دیده بودم مثلا بچه‌هایی که کارشونو فهمیده بودن بهترین نتیجه رو اونایی میگیرن که شروع میکنن بعد میذارن کنار آخر دم ددلاین دوباره ادامه میدن درسته چرا این اتفاق میفته دلیلش همین مورد آخری که ایمان اشاره کرد شما که شروع میکنی میره تو مغزت شما خودت حواست نیست ولی این مغز این مجموعه بسیار قدرتمند و عجیب قربونش برم این حواسش هست این گذاشته اون تو دم بکشه یا ممکنه یه ایده خوب شما بزنی که اصلا نفهمید کجا اومده ولی از اینجا اومده که تو ناخودآگاهت بوده و مغزت کار میکرده و حالا اگه کار فکری دارید میکنید و گیر کردید اصلا جلو نمیره خیلی چیز شدید خیلی آشفته شدید و خوب پیش نمیره اینو امتحان کنید حتما خیلی هم سخته میدونم آدم اون لحظه که گیر کرده میخواد حتما تمومش کنه مشکل رو پیدا کنه ولی پاشید یه رای برید یه قدمی بزنید مثلا یه اصلا ذهنتون رو منحرف کنید ذهنتون منحرف دو تا استوری اینستاگرام ببینید آبی با خورید. یه آبی بخورید وقتی برمیگردید میبینید یهو ذهنت راه حل رو به شما تقدیم میکنه قربونش برم این آخریشم که حالا اینم من بگم این فضای مجازی و این اینستاگرام و چیزایی که حالا کارون گفت این که بلای جونمونه یعنی اینو که از خیلی ما اپیزود درمازش رفتیم و گفتیم و به طرق مختلف هم سعی کردیم که اینو در واقع بیان میکنیم ولی خب کاریش نمیشه کرد دیگه تنها کاری که الان میشه کرد که ما الان انجام دادیم که ما میگم که حتی ما میتونیم با شنوانده هم انجام بدیم چیه؟ که هفته ای میگیم که کی کمتر بوده تو خود که هست و هم دیگر مسخره میکنی حالا که نمیه هیچ کدومتون نفرست دادید بعد اینکه شکست سختی خوردی نه آخرین بار شما شکست خوردی آه. اینو آخرین بود. خود سه دقیقه دو. مثلا با. ولی بیست و هشت هفته قبلش و همه تون آره آره. شکست خوردی ما میتونیم این کارم بکنیم به کسی که تو طول هفته کمترین رو داشت تیشرت بدیم ما ما یه تی <applause> <دستان> <applause> رو دستمون باد کرده میخوام نه آخه در واقع نرفتیم دوم همینطوری عقب انداختیم که اعلام بکنیم به شنواندگان که چه جوری می‌خوایم بدیم جشن دو سالگیه آره ولی خب اگر باشیست. که یه اسکرین شات بگیرید از اکتیویتی اسکرین اکس... تایمتون تایم اسکرین تایم دیگه اسمش توی آیفون توی آیفون آره و خیلی کم باشه برده. ما یه دونه شرت جایزه میدیم خیلی کم خب میری دو تا گوشی یکی یکیشو استفاده نه دیگه آدم گفتم با خودتون صادق باشید اول نکته اول بود که با خودتون تعارف که نری که صادق باشید با خودتون آره پس چون اینکه بترسی انرژی نداشته باشی و ندونی چرا این میشه سه تا دلیل سه دلیل آره باشه دیگه خیلی خب این بود قسمت 165 ما توی تمام فضای مجازی ما اسم خودکسه توی تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام یوتیوب و اگر که میخوان با مرتبات مستقیم ما مستقیم داشته باشید ما یک پروفایل داریم توی تلگرام برم خود خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و دو هفته دیگه آره و دو تا موضوع مزداد. مغز داره دیگه برمیگردیم فلا خدافظ خدافظ